درهای بدی ها و بدبختی ها بسته می شود، مغلق قلف کرده می شود، محکم کرده می شود با توبه و استغفار. خب کسی که از بدبختی بر آمده به سوی خوشبختی رفتنی باشد، اول درهای بدبختی ها محکم بود با چی می شود؟ با توبه و استغفار درهای بدی و بدبختی محکم کند، ثانی رو به پروردگار درهای توبه را بکوبید، توبه بکنید و از گناه‌های و از کارهای زشت باز استید تا اینکه طعم خوشبختی را بچشید، لذت سعادت را بچشید. فعافیت القلب فی ترک الآثام و الذنوب، آرامی قلب و خوشبختی قلب، این گفتم در ترک گناه ها واقعا آرامی قلب و کشاد و روشن و سفید بودن و سیاه بودن قلب، این در پول و مال نیست. چقدر انسان ها در قصر های زیبای خود خداشون رو به حاکم رسانید، شب و روز در هم وسو هستن در داخلی قصر بشن شب و روز. بنابراین خوشبختی این نیست، خوشبختی در داخلی قلب است، آرام بودن قلب، خواطر نبودن قلب، آرام بودن و خوشنود بودن و راضی بودن از حیات دنیا و قناعت کردن به دادن خدا، این خوشبختی است. این همه وقت آرام می شود که گفتن قلب از گناه ها آرام باشد، چون که و ذنوب علی القلب منزلت السموم، گناه بر قلب منزلت زهر است، اگر هلاکت به نرساند ضعیف می کند. زهر انسان را به هلاکت می رساند، اگر بویش یا به لمسی یزدیگی باشد او ضعیف می کند و بیمار می کند، اگر تناول کند همه هلاکت می رساند. گناه به قلب گفتن مانند زهر به جسم است. گفتن کسی که انتخاب کند از خاریگری و گناه ها به سوی عزت طاعت، گناه کردن این خاری و ذلت و زاری است، اطاعت کردن خدا و بندگی در پیشگاه پروردگار این عزت است. کسی که انتقال کند از ذلت و خاری گناه ها به سوی عزت اطاعت و بندگی، الله